ایران سرزمینی با تاریخی کهن که هر گوشه‌ای از آن هزاران داستان برای گفتن دارد. درود همراهان عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. با یه ویدیو از سری ویدیوهای استان فارس در خدمت شما هستیم تا برگی از تاریخ کهن این سرزمین رو با هم ورق بزنیم. پس لطفاً تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. تخت جمشید یا همون پرسپولیس مجموعی از چند کاخ تو در تو در کنار دشت مرودشت در کوهپایه کوه رحمت در استان فارس واقع در شهر مرودشت ایران هست. در دوره‌های تاریخی پس از هخامنشیان به دلیل فراموشی خط و زبان پارسی باستان و ناشنا بودن سنگ نوشته ها نام پارس فراموش شده و مردم نام تخت جمشید رو بر روی کاخ می نهند. تخت جمشید در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر یکم بنا شده است و به زمان نزدیک به 200 سال نیز آباد بوده است. در نخستین روز سال نو گروه‌های زیادی از کشورهای گوناگون به نمایندگی از ساتراپی‌ها یا استانداری‌ها با پیشکش‌های گوناگون در تخت جمشید گرد می‌آمدند و کادوهای خود را به شاه پیشکش می‌کردند. در سال 518 پیش از میلاد بنای تخت جمشید به عنوان پایتخت نو هخامنشیان در پارس آغاز گردید. بنیانگذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود، هرچند پس از او پسرش خشایارشا و نوه‌اش اردشیر یکم با افزودن بناهای دیگر این مجموعه را گسترش دادند. بسیاری از آگاهی‌های کنونی که در مورد پیشینه هخامنشیان و فرهنگ آنها در دسترس است به دلیل سنگ نوشته ها و گل نوشته هایی است که در این کاخ ها و بر روی دیواره ها و لوحه های آن حکاکی شده است. اسکندر مقدونی در 330 سال پیش از میلاد به ایران یورش آورد و تخت جمشید را به آتش کشید. با این حال ویرانه های این مکان هنوز برپاست و باستانشناسان از ویرانه های آن نشانه های آتش و یورش را بر آن تأیید می کنند. این مکان تاریخی از سال 1979 یکی از آثار ثبت شده ایران در یونسکو می باشد. تخت جمشید بر روی سکوی سنگی که ارتفاع آن بین 8 تا 18 متر بالاتر از سطح جلگه مرودشت هست واقع شده. ابعاد تخت جمشید 455 متر جبهه غربی، 300 متر جبهه شمالی، 430 متر جبهه شرقی، 390 متر جبهه جنوبی می باشد. همچنین طول تخت جمشید برابر با طول آکروپولیس در آتن هست، اما عرض آن 4 تا 5 برابر آکروپولیس هست. کتیبه بزرگ داریوش بزرگ بر دیوار جبهه جنوبی تخت جمشید آشکارا گواهی میده که در این مکان هیچ بنایی از قبل وجود نداشته است. وسعت کامل کاخهای تخت جمشید 125 هزار متر مربع است. قدیمی ترین بخش تخت جمشید بر پایه یافته های باستانشناسی مربوط به سال 518 پیش از میلاد هست. آنگونه که در منابع متعدد و گوناگون تاریخی آمده است، ساخت تخت جمشید
در حدود 25 سده پیش در دامنه غربی کوه رحمت یا میترا یا همون مهر و در زمان داریوش بزرگ آغاز شد. سپس توسط جانشینان وی با تغییراتی در بنای اولیه آن ادامه یافت. بر اساس خشت نوشته های کشف شده در تخت جمشید، در ساخت این بنای باشکوه، معماران، هنرمندان، استادکاران، کارگران، زنان و مردان بیشمار شرکت داشتند که علاوه بر دریافت حقوق از مزایای بیمه کارگری نیز استفاده می کردند. ساخت این مجموعه بزرگ و زیبا بنابر روایتی 120 سال به طول انجامید. از بناهای برجای مانده و نیمه ویرانه بنای مدخل اصلی تخت جمشید هست که به کاخ آپادانا معروف هست و مشتمل بر یک تالار مرکزی با 36 ستون و 3 ایوان 12 ستونی در قسمت‌های شمالی، جنوبی و شرقی هست که ایوان‌های شمالی و شرقی آن به وسیله پلکان‌هایی به حیاط‌های مقابل متصل و مربوط می شوند. بلندی صفه در محل کاخ آپادانا 16 متر و بلندی ستونهای آن 18 متر است. معماری تخت جمشید به دلیل استفاده از ستونهای چوبی مورد توجه قرار گرفته است. معماران تخت جمشید فقط زمانی از سنگ استفاده می کردند که بزرگترین سروهای لبنان یا ساجهای هند اندازه های لازم برای تحمل سقف رو نداشتند، در حالی که ته ستونها و سرستونها از سنگ بودند. بر سینه کوه مهر دو آرامگاه مشرف به محوطه تخت جمشید جلب نظر میکنه که منصوب به اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی است. در 500 متری جنوب صفه در پشت دماغه کوه و پس از برزن جنوبی نیز آرامگاهی ناتمام منصوب به داریوش سوم حجاری شده است. از نمادهای مهم تخت جمشید نقش برجسته شیری است که به خوردن گاو مشغول است و دارای ارزش فصلی و شیر را نماد تابستان گرم و گاو را نماد بارش زمستانی دانستند. نام تخت جمشید در ورای خود تاریخی بس طولانی دارد که می توان سالها در مورد آن سخن گفت و اما و اگرهای بسیاری رو مطرح کرد. در این ویدیو فقط نسبت به معرفی کلی این شاهکار پرداختیم. از تاریخچه غنی، هنر معماری، کاوش‌های باستانشناسی، تاریخ کلی این اثر، متاسفانه خطراتی که این شاهکار رو تهدید می‌کنه سخنی نگفتیم و این وظیفه مهم بر دوش متخصصان این رشته می‌باشد.